رابطه همراه میشیم با مهران براتی، کارشناس روابط بین الملل از برلین. آقای براتی، در ماهای گذشته خب ما بارها شاهد این بودیم که تلاش شده مرکز اسلامی هامبورگ تعطیل بشه، نه تنها هامبورگ بلکه در دیگر کشورها، به طور مثال در خود لندن هم، اما در آلمان بارها مقامات رسمی بنا به دلایل این تعطیلی رو اجرا نکردن تا به امروز. این مصوبه مجلس ایالتی هامبورگ چقدر میتونه به تعطیلی مرکز اسلامی الان کمک بکنه؟ خب مسجد به نام مسجد آبی هامبورگ 63 سال پیش به دست بازرگانان ایرانی اون زمان تأسیس شد. یه مرکز واقعا دینی و برای مسلمانان بود و می رفتن شرکت می کرد. به تدریج بعد از انقلاب اسلامی این شد یکی از مراکز اشاعه دیدگاه های نظری و افراطی و انقلابی جمهوری اسلامی. در 6 سال گذشته اداره فدرال حفاظت از قانون اساسی بارها در گزارش‌های سالیانه آورده که این مسجد یک مرکز افراطی اسلامی است. علتی هم که اونجا بودن یکی این بوده که مرتب اعضای این مجلس شرکتان در این مجلس در تظاهرات قدس ضد اسرائیل شرکت میکردن، روابط خیلی نزدیک با جریانات مربوط به حزب الله لبنان در آلمان دارن، همینطور جریاناتی که در حفاظت از حماس در آلمان فعالیت دارن. همه اینها نشانی بوده برای اینکه این مسجد در حقیقت یه مرکز دینی نیست. به همین دلیل هم سال گذشته معاون این مسجد، معاون اداره کننده این مسجد، به عنوان فرد غیر مطلوب از طرف وزیر داخله ایالت هامبورگ اخراج شد از آلمان و به ایران بازگشت. این مسئله که الان چرا هنوز وزیر فدرال دولت مرکزی آلمان که باید قاعدتاً با استناد به این گزارش های مراکز حفاظت از قانون اساسی باید این مرکز فرهنگی اسلامی هامبورگ رو به عنوان یک نهاد ضد قانون اساسی آلمان ممنوع بکنه، این کار رو تا به حال نکردن، برمیگرده به این که به صورت دولت آلمان باید یه تصمیم جدی اصولا در رابطهش با جمهوری اسلامی بگیره. این تصمیم رو نگرفتن هنوز. اگر این تصمیم رو بگیرن فقط مسئله بسته بودن بستن این مجلس دیگه مطرح نیست، بسیاری گام های دیگری پشت این خواهد بود. فعلا دولت آلمان پرهیز میکنه از ادامه این مسئله، ولی من فکر میکنم مقاومت خیلی زیادی نخواهد انجام بده، چون بر صورت در نمایندگان مجلس فدرال هم همین خواست رو از دولت آلمان دارن. دیر یا زود فکر میکنم این تصمیم گرفته خواهد شد. متشکرم از توضیحات شما مهران براتی، کارشناس روابط بین الملل از برلین.